بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم السلام والصلاة خاص سيد الشهداء سلام الله عليه صلوات هدية بفهم عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دوم رو جلیتر ختم کن. خداوند انشالله نشست و برخاست ناقابل و کم قیمت ما رو به کرمش قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرج و شریف قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی مبارک اون حضرت، نشستن در محضرش، خدمت و نوکری در آستانش و شهادت در راهش قسمت و روزی همه ما بشه. صلوات با شکوهی خط بفرمایید. بعد از مقدماتی که گذشت، بحث به اینجا رسید که اهل بیت علیهم السلام و الصلات تفاوت‌هایی با هم دارن که کم نیست. هم در مشی و سلوک شخصی تفاوت‌هایی دارن، در تعداد فرزندان، تعداد ازدواج‌ها، هم در طبعشون، در سرمایی گرمایی بودن، مثلا رنگ صورت مبارکشون، مجعد و لخت بودن موی مبارکشون بگیرید تا مسائل اجتماعی. برای همه اهل بیت نقل نشده که نیمه شبها بار رو دوششون میگذاشتن در خونه فقرا میرفتن. حتما اهل بیت به فقرا کمک میکردن. این که ولی فکر کنیم همشون شب گونی رو دوششون میگذاشتن، نه خیر، همچین گزارشی برای همه معصومین نرسیده. و این بحث رو هم به جهتی مطرح کردیم که فکر نکنیم ما باید برای معصوم تعیین تکلیف کنیم. فکر کنیم اگر امام معصومه امشب کشیک وایسیم حتما نصف شب گونی قضا میذاره رو دوشش، نه خیر. اونی که مسلمه اینی که امام معصوم، حکیم، بهترین تصمیم، بهترین انتخاب، بهترین هدف گذاری و بلکه صاحب اون نظرشون. اما اینی که فکر کنیم لزوماً همشون 1000 رکعت نماز شبانه روز میخوندن، اصلا اینطوری نیست. برای 4 معصوم گزارش 1000 رکعت نماز داریم، برای بقیه نداریم. بله همه اهل عبادت بودن، اما 1000 رکعت نه. حتی نوع انفاق، مدل ساده زیستی، اهل بیت همه ساده زیست بودن، ولی زندگی شخصی زین العابدین و امیرالمومنین با بقیه امامان ما متفاوت بود. حتی وقتی حضرت مجتبی صلوات الله علیه در اون 6 ماهی که حکومت کرد بعد از امیرالمومنین، با اینکه ساده زیست بود ولی مثل امیرالمومنین لباس پاره نمی پوشید. اینا رو برای چی میخوام عرض کنم؟ برای اینکه ما یه تصوری باید از معصوم داشته باشیم که خدای نکرده هم نسبت به سایر معصومین جسارت نکنیم، هم بعدن اگر خواستیم یه حکومتی رو با حکومت معصوم مقایسه کنیم، بدونیم اصل و فرع داره سیره معصوم. با اون اصولش باید قیاس کرد، نه با فروعش. مثلا یه حکومت دیگری رو فرض کنید در یه جای دنیا بخوایم قیاس کنیم با حکومت امیرالمومنین، نباید قیاسمون این باشه که چون اینا آستین سراستین لباسشون ریش ریش نیست مثل امیرالمومنین، پس این حکومت خوبی نیست. دقت می‌فرمایید؟ چون امام حسن سلام الله علیه هم اینطوری نبود که امیرالمومنین بود.
تفاوت داشت رفتار اهل بیت با هم دیگه. در موارد فراوانی حتی ما در شبهای گذشته مثال از نوع هدایت هم زدیم که مثلا در تقیه کردن یا نکردن در شرایطی که ظاهراً مشابه بود یک جور عمل نمی کردن. سرش هم عرض کردیم که امام علم الهی داره، هم باید جامعه روز خودش رو اداره کنه، هم برای هزار و چند صد سال بعد که ما هستیم هم یه الگویی بده، هم آنچه رو که ما در آینه نمیبینیم و در خشت خام که هیچ همینطوری میبینه. تشخیص این که چه چیز حق و مصلحته با خودشه نه با ما، و هیچ امامی امامتر از بقیه ائمه نیست که ما یک امام و اصل قرار بدیم بخوایم بقیه ائمه رو باهاش بسنجیم. این خیلی بحث مهمیه، از دو جهت برای ما فایده داره. یک، اگر اینو بهش توجه نکنیم دوچار شبهه میشیم. چطور سید الشهدا علیه السلام لحظه ای در برابر یزید کوتاه نمیاد، حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه دختر شاه طاغوت زمانو به همسری میگیره؟ خیلی فاصله از ظاهر امر. و با سیره یک امام اگر کسی عذر میخوام از محضر شما گیج باشه در این مسئله، متوجه و ملتفت نباشه، یه امام دیگر رو میتونه تخریب کنه. همونطور که یه امام دیگر رو میتونه تخریب کنه، حکومت‌های دینی وابسته و ذیل اهل بیت و مثلا حکومت ولی فقیه هم راحت میتونه باش تخریب کنه. یکی رو اصل بگیره بقیه رو بزنه، راحت میشه این اتفاق بیفته. و تازه من عرض میکنم محضر شما که بعضی از تفاوت‌های رفتاری اهل بیت رو من چند شب پیشم عرض کردم، تقیه مداراتی میکنم، یعنی دوست ندارم شما شب منزل تشریف میبرید فکرتون دوچار زحمتتون کنه شب خوب خوابتون نبره. نمیگم بعضی چیزها رو هم بیرو در وایس. تقیه مداراتی یعنی ملاحظه رفقا کردن ها، نه اینکه من نستجیر الله شما رو دشمن بدونم. نمیخوام شب خوابتون به هم بخوره، وگرنه مثال‌های چالشی تر هم میشه زد. سعی کردم یه جوری مثال بزنم که رنگ و بوی چالش نگیره به خودش. اونقدری با هم تفاوت رفتاری دارن که به هیچ وجه نمیشه امامی رو مقدم بر امام دیگری دونست. از اون طرف بحث دیشب به اینجا رسید که گفتیم خب آقا حالا یعنی اهل بیت کلن هیچ هدف مشترکی ندارن؟ یعنی هر کاری خواستن کردن ما هم که مطیعیم، خب ما چجوری الگو بگیریم حالا که نیستن؟ عرض کردیم که اهل بیت، ما هیچ تاکید میکردیم تو شبهای پیش که ما خط قرمز برای اهل بیت نداریم که مثلا بیعت کرد با فلان سلطان دیگه امام نیست، دختر فلان سلطان رو گرفت دیگه امام نیست، آرزو برای سلامتیش کرد دیگه امام نیست. مثال زدیم، گفتیم نه خط قرمز از این جهت نداریم. بعد گفتیم حالا واقعا کلن خط قرمز نداریم؟ عرض کردیم اهل بیت بعضی کارا رو نمی کنن چون هدایت ما مختل میشه. تیتروار توضیح دادیم، تیتروار عرض میکنم. عرض کردیم اهل بیت خلاف عقل قطعی عمل نخواهند کرد قطعا، چون ما با عقل وارد اسلام میشیم و این قرار باشه خلاف عقل ما عمل کنن، شبکه معرفتی ما مختل میشه. یعنی هیچ وقت امام نمیفرماد دو دو تا چهار تا نیست چون امامم زورم میرسه شما هم گوش بدید. هرگز عقل قطعی رو حضرت خدشدار و مخدوش نخواهد کرد. دوم، هیچ آیه قرآن که دلالت صریح داره رو امام انکار نخواهد کرد. چرا اینطور میگم؟ چون ممکنه ما از یه آیه که دلالت صریح نصی نداره برداشتی کنیم، امام بیاد برداشت ما رو چکار کنه؟ اصلاح کنه. حتی یادتون باشه عرض کردیم اهل علم در مجلس هستن، آیه قرآن داریم، امام معصوم قید میزنه، تخصیص میزنه، ولایت مطلقه داره در فهم. حرم الله الربا، احل الله البیع و حرم الربا،
خب امام میتونه قید بزنه که این مدل ربا اشکال ندارد، از عموم این مفهوم این مصداق ها رو جدا کنم، این فرضی ها شو من تخصیص میزنم، این یکی ها اشکال ندارد. چیزهای دیگه هم دارن، داریم که علما اشراف دارن، بحث حکومت و ورود و اینا هم هست حتی، یعنی توسعه مفهومی میده. آیه راجب خمس غنایم جنگیه، امام توسعه میده برای موارد دیگر هم اضافه میکنه. امام دیگه ولایت مطلقه تامه داره، حداقل بین شیعیان این اختلافی نیست. بعضی از مصادیق و از ذیل یک عام خارج میکنه. قد میفرمایین هم تبیین آیه با اوه اندل اختلاف، هم قید زدن معنا، هم توسعه معنا، همه کار دست امامه. اما آیه‌ای که دلالت صریح داره امام باهاش رفتار معارضی نمی کنه، یعنی آیه رو کلن حذف کنه، یا روایت متواتر، یعنی روایتی که مثل قرآن صدورش از معصوم قطعیه، نص اگر باشه دلالتش هم صریح باشه، امام با اینم مخالفت نمی کنه. چرا؟ چون این سه موردی که تا الان گفتیم شبکه معرفتی ما رو خراب میکنه دیگه، اصلا ما گیج میشیم. مثلا هیچ امامی تعریف از شرک نخواهد کرد، تحسین شرک نخواهد کرد، هیچ امامی علیه امام قبلی سخن نخواهد گفت. یعنی شبکه مر میخوام بگم اگه شیخ میگی امام هیچ خط قرمزی نداریم، همونطور که حضرت حق فرمود کتب علی نفسه الرحمه، هیچ کی نمیتونه خدا رو محدود کنه، ولی خودش خواسته با رحمت برخورد کنه. امام هم که مظهر اسامی خداست، کتب علی نفسه الرحمه، لذا ما رو بیچاره نمیکنه که خلاف عقلمون، خلاف آیات، خلاف روایات قطعی و صدور قطعی و دلاله مقابله کنه. نخواهد کرد، هیچ وقت طرفداری شرک نخواهد کرد، علیه امام قبلی سخن نخواهد گفت و امثال اینا. بله ممکنه یه چیزی رو ما توحید بدونیم یا شرک بدونیم، امام بفرماد این مصداق رو غلط میگید. مثلا ذهن عوامیه موحدان ولایت ندیده اینه که آقا خب مستقیم از خدا بخوایم که بهتره، که چون که صد آمد نود هم پیش ماست، از این حرفا. یا این جمله رو وهابیای فارس زبون زیاد میگن، میگن خدا گنده تره یا حسین، که پاسخ اینه که اولا غیر قابل قیاسن از این جهت. منظورت از گنده منظورت چیه؟ چیو با چی؟ خدا در شمارش نمیاد، لذا قابل قیاس اصلا نیست. میگن منظورش اینه که خب قدرت خدا بزرگتر است یا بیشتر است یا قدرت حسین، اینجوری میگن. خب برید سراغ خدا. مزاج عوام ولایت ندیدم، خب این بهتره. مزاج عوام چرا میگم عوام؟ یعنی کسی که از دین خبر نداره، ولایت هم نفهمیده چی، خب بهتره دیگه. چی گیر انداختی خودتو سراغ فاسطه ها بری؟ یه شب اینجا آیاتی رو خوندیم که آقا ما چه کار کنیم که خداوند خودش فرموده واسطه باید باشد. شیعه شیعه است نه یاقی. لذا ممکنه بعضی چیزها رو ما با ذهن عوامیمون شرک بپنداریم، بگیم از غیر خدا خواستن شرک است، لذا ما از خدا میخواییم نه از حسین. توجه کردین؟ امام میاد توضیح میده آقا این شرک نیست، این این توحیده، این اصلا دستور خداست. انبیاء گذشته هم با شفاعت رشد کردن، این سیریست که حضرت حق خواسته باشه. حالا نمیخواست نمیخواست دیگه. یه شب به این پرداختیم، آیه خوندیم، توضیح دادیم. اینی که عرض میکنیم
امام از شرک تعریف نمیکنه، تحسین نمیکنه، از مطلق شرک. یعنی ممکنه ذهن من یه چیزی رو شرک بپنداره، امام بفرماد نه این شرک نیست، یا یه چیزی رو توحید بپندارد، مثلا یه نعل اسب بزنم بالا سر مغازم بگم این خوبه روزیمو زیاد میکنه، میگه آقا این خلاف توحیده. در عالم چیزی مؤثر نیست الا حضرت حق، یا اینکه حضرت حق بخواهد تو سلسله مراتب اثری به کسی افاضه کنه. این نعله هیچ کاری نمیکنه و اعتماد و اتکال به این نعله اسب شرک عملیه. میتونه اینجا ورود کنه اما این خلاف توحیده. اما به صورت کلی مخالفت نمیکنه با مثلا توحید یا تحسین شرک نمیکنه، اینا کلیاتی. بعد یه مثال دیگه ای عرض کردیم یکی از مشترکات همه امامان ما اینه که همه مجاهدن، و توضیح دادیم جهاد اینجا به معنای شمشیر به دست گرفتن نیست. چند تا آیه خوندیم، روایت خوندیم، عرض کردیم معنای حقیقی جهاد رزمندگی با شمشیر و معنای مجازی سایر جهادها نیست، بلکه معنای حقیقی جد و جهد تمام قوای پیوسته با طاغوته، با هر وسیله‌ای که امکانش هست. گاهی میتونه جهاد فرهنگی باشه، نظامی باشه، اقتصادی باشه، همش هم معنای حقیقی داره. اگه معنای حقیقی نداشت که ما به امام سجاد که رزمندگی به معنای شمشیر گرفتن نداشته نبس میگفتیم جاهد تف الله حق جهاده، یا ادله‌ای که دیشب آوردیم. جهاد بین همه ائمه مشترک، بین همه ائمه طاغوت قبیح، براءت از طاغوت وجود داره. مثال هایی زدیم از ازدواج زین العابدین صلوات الله علیه تا سر درس برده شرکت کردن حضرت. میخواستیم بگیم حضرات معصومین هر کدوم در دوره خودشون به اون نحوی که مقتضی بود و صلاح میدونستن با طاغوت زمان در دائما نبرد بودن، لذا همه امامزاده ها معمولا با منصور دوانقی سرشاخ شدن، قیام کردن، این ور اون ور حکومت سعی کردن تشکیل بدن، کشته شدن. امام صادق علیه السلام یه بارم شمشیر جلوی منصور دوانیقی به دست نگرفت، ولی منصور دوانیقی نگفت اینا پدرمو در آوردن، گفت این جعفر ابن محمد این استخوان شکسته تو حلقوم من گیر کرده، نمیدونم چی کارش کنم. ترجمه فرمایید. یعنی مبارزه دائمیه، بیزاری از طاغوت، براءت دائمیه، اما این که مظهرش حتما شمشیر به دست گرفتن باشه لزوماً نیست. آنچه مصلحت میداند منافع ملی و اسلامی برای امام مهمه، نه منافع شخص خودش. اونجا نگاه میکنه چی به نفعه. به عنوان مثال یه وقت آقا یه جایی شما یه ظالمی میبینی داره یه نفر رو میزنه، خب میری جلو دفاع میکنی اون یه نفر رو نزنه، اما ببینی اگر بری جلو دفاع کنی 100 نفر میان 500 نفر دیگر هم میکشن، اونجا ممکنه نه از ترس بلکه برای حفظ اون 500 نفر صبر کنی، دندون رو جگر بذاری. دقت میکنی؟ چون منفعت مجموعه رو در نظر میگیره نه منفعت یک نفر. لذا این که چگونه عمل میکنه حتما بهترین عمل رو انجام میده چون معصومه، اما لزوماً با آنچه تو ذهن ما هست یک جور در نمیاد. بعد از این مقدمات که همه ائمه به این معنا مجاهدن، برای همه ائمه میگیم جاهدتم فی الله حق جهاده، نمیگیم جاهدتم فی الله تقریبا جهادکی، میگیم حق جهادو به جا آوردی، در حالی که سید الشهدا فقط شهید معرکه است، بقیه شهید معرکه نیستن، ولی حق جهادو به جا آوردی، یعنی همواره تو مبارزه بودی. از این رهگذر عرض کردیم در این مفهوم که این مفهوم قرآنی روایی دیشب ادلهشو عرض کردیم، دیگه اصلا مهم نیست ما چی کاره ایم. ممکنه من سردار سپاه
نمیدونم درجه دار ارتش و نیروی دریایی باشم یا معلم باشم، سلمونی داشته باشم، تاکسی دارم، نمیدونم تو بانک متصدیم، فرق نمیکنه، میتونم مجاهد باشم. یعنی بعد از 30 سال متصدی بانک، چک مردم رو پاس کردم، قبض رو گرفتم، نمیدونم قسط وام رو گرفتم، پرداخت کردم، آخرش به این بگن جاهدت فی الله حق الجهاد. یکی بگه آقا یه دونه سوزن هم، یه سیبیل آتشی هم برای کسی نکشیده. میگه آقا این در جبهه حق، تو مسیر جبهه حق با نیت به شیعیان اهل بیت کمک کرده. دقت میکنی؟ تو این منطقه اهل بیت همه میتونن دائما جهادی باشن، در حالی که لزوما درجه دار نظامی نیستن، لزوما مدافع حرم نیستن. البته نمیخوام جهاد مجاهدان و مدافعان حرم رو کوچک کنم. شهادت در معرکه یک چیزیست که خیلی عظیم، دست نیافتنیه. اصلا کار مجاهدان و رزمندگان شمشیر به دست و اسلحه به دست و نمیدونم پهبادی و پهپادی و فلان و اینا رو نمیخوام کوچیک کنم. شهادت در راه خدا، جون دادن در راه خدا عالی ترین نوع جهاده. برای غیر از این خیلی نیت باید نیت باشه که آدم طلبم اگر هست، دانشجو هم اگر هست، بشه مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. امکان داره ولی تحصیلش خیلی سخته. امکان داره ولی اینکه به دست بیاد خیلی سخته. خیلی سخت طلبه‌ای جوهر قلمش از خون شهدا افضل بشه. نمیگم نمیشه، خیلی سخته. شهید معرکه شدن برای رسیدن به اون مقام عظیم آسونتره تا جوهر قلم یه طلبه به اون مقام بخواد برسه. ممکن لازم میلیون ها طلبه داشته باشیم، آدمای خوبی هم باشن، ولی اینطور نشه که مداده، یعنی جوهر قلم او از خون آل شهدا بالاتر بره. حالا شاید مثلا فرض بفرمایید اون جمله‌ای که الیوم استنوال توتون و تنباکو به ای نحو انکان محاربه با امام زمان است، شاید از این سنخ باشه. یا اون صدای مرحوم امام رحمت الله علیه که خرم شهر را خدا آزاد کرد و حسر آبادان باید شکسته شود، احتمال زیاد از این سنخه. احتمال زیاد که شاید قریبه به یقین، چون اصلا اون را انداخ شهدار. حالا نمیخوام وارد بشم، من که مسئول نیستم بخوام درجه بندی کنم نمره به کسی بدم، مثال میخواستم. بعد از این باب که وارد شدیم، عرض کردیم همه ائمه ما اهل جهادن، جهاد تعطیل بردار نیست. حالا بریم یه نگاه بکنیم ببینیم که ماجرای کربلا چی چیه. ببینید یه معضلی ما داریم در جامعه. من از روز اول، یعنی از 2-3 شب که مقدمات عرض کردیم، اینو خطر رو تکرار کردم محضر شما، که ممکنه به خاطر حب و بغض جناحی، سیاسی، منفعتهای باندی، گروهی، اجتماعی یا چیزای دیگه، فرهنگی، قومی، آدم یه چیزایی رو اصل قرار بده، بعد میبینه نمیتونه دین رو باهاش تفسیر کنه، مجبور بشه بزنه با چکش تو سر دین، این دین رو یه معنای دیگه ای ازش برداشت کنه. نمونه های شاخدارش مثل اینکه از کربلا درس مذاکره میگیریم. من خیلی تعجب از اون سیاستمداری که این حرف رو زد نمی کنه. ولی دوتا آخوند وقتی که او این حرف رو زد شروع کردن برای این استناد تاریخی جور کردن. دقت میکنین؟ این دیگه، این خیلی بدبختیه. یعنی یه آقای بالاخره تو گیر و گور مسائل سیاسی گیر کرده وسط اقیانوس، از درخت هم ممکن آدم بالا بره، اون که اقیانوسه، اون حالا یه چیزی گفت. اینی که دوتا آخوند کار زندگیشون بذارن کنار، بگردن تاریخ رو جوری بفهمن که مستند کنن به اینکه از کربلا درس مذاکره میشه گرفت، دقت میکنی؟ اینا خیلی بیچاره.
در 15 بارم اینا رو دعوت به مناظره کردیم، حتی توی مناظره شرکت کردیم، حاضر نشدن، متن نوشتیم جواب ندادن. طبیعی هم هست، چون که میدونه که ای بیا تو عرصه میدان قابل دفاع نیست اون حرف. حالا چقدر پول گرفتن بابت اینکه سید و شهدا رو اینجوری له کنن به خاطر دیگران، یکی از اینا برای اینکه توجیه کنه کار اون آدم سیاست مدارو گفت یزید خیلی هم آدم بدی نبود، بالاخره فامیل قبیله‌ای اهل بیت بود، اگه امام حسین میرفت باهاش مذاکره میکرد آشتی میکردن و امام حسین میخواست بره دستشو بذاره تو دست او و با رفاقت مشکلشون رو با هم حل کنن. نمیدونم اینو شنیدید اصلا یا نه، اگه نشنیدید بعد گفت چرا نشنیدید. منبری ماه مبارک رمضان مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت بوده یه وقتی این آقا، جمله رو شنیدید؟ امام حسین میخواست بره دست تو دست یزید بذاره و با رفاقت مشکلش رو با یزید حل کنه. این جمله رو آقا وهابی ها نگفتن که میگن امیرالمومنین یزید ابن معاویه ها، اینو یه آخوند گفته که در قوم درس خارج داره. چطور ممکنه؟ برای اینکه ایشون حقوقش از جای میگیره که باید حرفای اونا رو مستند به دین کنه. ما که یه خورده قرشمال بازی در آوردیم، تو دو سه تا نشریه مطلب نوشتیم، چند تا مناظره شرکت کردیم، اینا با اینکه صوتش هست متنی که تو کتاب چاپ کرد، این کتابش چاپ شده، کلمه با رفاقت رو یا ورداشتن یا تو یه چاب یه پرانتز گذاشتن، مثلا گفتن بدون درد و خون ریزی. رفاقت که معناش خون ریزی نیست که. اینی که ما به خاطر حب و بغضمون هر چی به دین نسبت بدیم، اون خطری که این چند شبه هی ما به این تأکید میکنیم، گروه هایی که با سید و شهدا مشکل دارن چند تا گروه هن. یکی کسانی هن که میخوان در برابر ظالمین زبونی کنن. ببین آقا دقت بفرمایید، ممکنه که الان بلند شه بگه شیخ خودت گفتی امام کاظم سلام الله علیه مثلا تقیه میکرده، یا امام سجاد برای طول عمر عبدالملک مروان نامه نوشته، درسته؟ من پاسخ میدم که امام بیزاریش از طاغوت ثابته، ممکنه به مصلحت تقیه کرده باشه، درست؟ اگر سید الشهدا صلوات الله علیه مصلحت میدید که مثل پدرش یا مثل فرزندانش به جهت مصلحت مسلمین با یزید بیعت اضطراری کنه، از نظر بنده هیچ چیز عجیبی نبود. اما رفاقت با یزید، این اتهامیه که من هر وقت زیر قبه سید الشهدا رفتم اون فرد رو هم لعن کردم، هم از سید الشهدا خواستم کمرش رو بشکن. یعنی این تهمتیه که 1400 سال عاشورا رو به لجن میکشه. صدیقه طاهره رو ناراحت میکنم، ما چطور جرأت میکنیم همچین حرفی بزن؟ رفاقت با یزید یعنی هدم اسلام، یعنی ولایت براعت رو به مال بره تمومش کن. بله یا تقیه کردن، حرفی نیست. امیرالمومنین صلوات الله علیه با قاتل از زهرا سلام الله علیها ممکنه که در جلسات مشورتی معدودی هم شرکت کرده باشه، حتی برای مصلحت اسلام به او کمک هم کرده باشه، این مشکلی نیست. حتی برای مصلحت اسلام ترک تخاصم با او کرده باشه، این مشکلی نیست. اما اینکه بگیم امیرالمومنین رفیق قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها بود، این نگفتنیه. مثل اینکه نستجیر بالله بگیم اهل بیت نسبت به بت اعلام انزجار که نداشتن رفاقت هم داشتن. خیلی نستجیر بالله العظیم، معاذ الله، بگیم امیرالمومنین با هبل مثلا یه همش روش تا سلفی بگیره، این دیگه هدم اسلامه، این چیزی از اسلام باقی نمیمونه. آقایون اگر میگفتن الان به جهت مشکلات جامعه باید با طاغوت امروزیمون کوتاه بیایم به جهاتی
این ممکنه آقا اتفاق بیفته در جامعه اسلامی، مثلا جامعه مسلمی به یه حدی از مشکلات برسه که مجبور بشه کوتاه بیاد، یه تیکه از زمینش هم مثلا بده بره، آدم توی جنگ شکست بخوره، ممکنه اتفاقات بیفته. اما این که بگیم میریم که رفاقت کنیم، از رئیس حکومت طاغوت کبیر زمان مثلا میگیم که این خیلی مؤدب و باهوشه، تجلیل میکنیم. اینجا هم که جای تقیه نیست، واضحه، چون تقیه خوفی اینجا نیست که اون حرف رو نزنه طوریش نمیشه، دقت میکنیم. یعنی اصطلاحاً طاغوت رو بزک کنیم، یعنی اشکالاتش رو نفی کنیم. دیشب یادتون عرض کردم اگر یه شاعر میومد پیش اهل بیت، پری روز رفته بود پیش شاه بنی امیه و شاه بنی عباس شعر گفته بود، امام توبیخش میکرد، یادتونه دیگه. بعد عرض کردیم اون گفت آقا من نگفتم تو امام حقی، که گفتم مثلا قیافت قشنگه، ابروات پیوسته است. تو دیشب توضیح دادیم بحثمون به هم وصله. بزک طاغوت این قطعا بیرون از اسلامه. اون چیزی که گاهی تو کشور ما هم اتفاق میفته بزک طاغوته. یه وقتی میگه آقا ما شرایط کشور شرایط بنبسته، مثلا از نظر اقتصادی داریم فروپاشی میشیم، اگر کوتا نیایم اینجا باج ندیم، این منجر به مثلا فرض کن شکست کشور میشه. فرض کن اگه اغلای قم به این نتیجه رسیدن، ممکنه کوتا بیان. این طبیعیه، آدم توی جنگ شکست بخوره، ممکنه برای مصلحت اینکه بعدش اتفاقات بدتر نیفته، یه تیکه زمینش هم حتی به درد کردن اسیرم بده، ممکنه. اما بزکت، یعنی ما قطعنامه 598 میتونیم امضا کنیم، اما صدام رو نمیتونیم بزک کنیم. مثلا خیلی مؤمن مجاهد فی سبیل الله، یه حاج آقای شوتی وقتی صدام به کویت حمله کرد، گفت این خالد ابن ولید اسلام. یکی نبود بگه عمو جون، اولا خالد ابن ولید چه بوقی بوده دیگه، اینجا معنی پخش داره، که این خالد ابن ولید پیریمه، اون چی بوده که این پیریمه اون باشه؟ آخه اون چی بوده که جرثومه فساد یه آدم اهل فحشا کثیف، حق این بود که بعد به او حد زنای محسنه جاری میشد و حد تجاوز به عنف و صد تا حد دیگه. این چی هست که حالا شما میخواید که تعریف کنی؟ ثانیاً این خالد ابن ولید اسلامه، این اصلا این تعریفه، این فوشه. بزک یه عده وقتی میخوان مقابله نکنن در برابر ظالمین، امام حسین رو مقابل خودشون میبینن. پس بهترین حالت اینه که امام حسین رو از حالت مجاهد مبارز هیهاد من نزلکو انی لا اقر اقرار العبید، من مثل یک برده در برابر شما اقرار به حقانیت شما نمی کنم. این که جملات حضرت، انی لا ار الموت الا سعاده، من مرگو تو راه دفاع از حق جز سعادت نمی بینم. ولل حیات مع الظالمین الا برما، و حیات زندگی همراه با ظالمینم جز خاری نمی دونم. الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین الاثنین، این بی کس و کار، فرزند بی کس و کار، دیگه بهتر از این نمیتونم ترجمه کنم. مرو بین دو چیز ملزم کرده، بین سلت و زله، بین شمشیر و زلت، حیات من زله. خب شما اینو مقابل داشته باشی، جامعه شیعه رو نمیتونی ببری کاسلیس مستکبرین کنی، جور در نمیان. پس یه خیانت چیه؟ اینه که سید الشهدا رو از این مقام ورداری، بگی میخواست با رفاقت بره با یزید مشکل خودش رو حل کنه، اصلا صورت مسئله رو پاک کنی، برای آیندگان هم دیگه کسی به درد سر نیفت. دیگه نمیگه اگر امام حسین میخواست بره با رفاقت مشکل یزید رو حل کنه، همون تو مدینه یه میس مینداخت برای یزید،
یزید سینخیز براش می اومد. یزید برای اینکه سیدالشهدا او رو تایید کنه حاضر بود اموال حکومت رو به او بده که سیدالشهدا یه تیک به حکومت او بزنه. نیازی نبود این همه دور دور کنه بیاد کوفه، بعدن شما میخواست با رفاقت مشکلش حل کنه. کسی این حرف رو بزنه نستجیر و بالله معاذ الله باید اصلا بشور امامت رو ببره. یه روش اینه که این کارو کردن. یه روش دیگر رو هم تیترش رو عرض میکنم که فردا ورود کنیم، چون متاسفانه هر روز و هر سال این حرف چرند و هی تکرار میکنن، هر چه ما پاسخ میدیم باز تکرار میکنن. بالاخره چهار نفر ممکنه حرف حق رو نشنون، اون حرف رو بشنون. یه راه دیگه هم راهیست که سکولارها میرن. حالا اینکه سکولارها دقیقاً چیان چی میگن اگه رسیدن فردا مختصر عرض میکنن. کسانی که اصلاً دوست ندارن جامعه رو دین اداره کنه، میگن نهایتاً اگر هم دین دارید تو خونتون نمازتون رو بخونید، میخوای مسجدم بری برو، ولی اینکه بغل مسجد کاباره است، شراب فروشیه، مثلا فرض کنید که یه مرکز قماره یا مرکز فحشاست یا مرکز رباخوریه، مرکز ظلم، مرکز ترویج انحرافات، به شما ربط نداره. شما رو تو قبر خودت میخوابونن، اونم تو قبر خودش میخوابونن. دین حد اکثر اگر میخوایم باشه شخصیه. مثلا میگن آقا لفظ شهیدین بچه های ما اذیت میشن، این بار خشونت توش داره. همین تو خونتون هر کاری میخواید بکنید بکنید. خب اینا شما بگی یا لیتنی کنتم معکم، این جمله رو ترویج خشونت میدونن، چون یک خشونت یه جنگی رخ داده، شما آرزو میکنی کاش منم با شما بودم. دقت میکنی؟ خب معلومه که اینا دوست ندارن همچین چیزی رو. معلومه که اینا اینی که سید و شهدا صلوات الله علیه اکثریت جامعه با یزید بیعت کرده، سید و شهدا نپذیرفته. میگه آقا چی کار داری؟ خب مردم خواستن دیگه. آقا مردم دیدی که آقا بعضی هرچی مردم خواستن. خب هرچی مردم خواستن زمان یزید هم اکثریت با یزید بیعت کردن. اگر قرار بود سید و شهدا مثل سکولارا فکر کنه، بعد مینشست تو مدینه قشنگ با اون ناز و نعمت اون همه اموالی که داشت زندگی خودشو انجام میداد. چی کار داری گیر دادی به مردم؟ مردم چیزی دیگه میخوان امروز. حالا هر روزی شما رو خواستن شما حرفتو بزن، تو کار مردم فضولی نکن. اصلا تو منطقه سکولارها نهی از منکر معنی نداره که فضولی تو کار مردم. خب اینا هم نمیتونن با کربلا مواجه بشن. اگر میتونستن فحش میدادن به سیدالشهدا، نمیتونن چون میبینن میلیون ها نفر دوست دارن حضرتو. اینا هم مثل اونا چیکار میکنن؟ سعی میکنن هویت حضرت عوض کنن. اینا دنبال چی هن؟ اینا میگن سیدالشهدا قیام نکرده، فرار کرده، برای اینکه نکشنش در رفته. دقت میکنی؟ اونی که تأسف باره اینه که عده‌ای از مسلمانان غیر انقلابی هم که حتی تو حوزه عرض کنم نیرو و عالم دارن، اونا هم این حرفو میزنن که امام حسین یک فراریه نه یک قیامی. وقتی شما بگی فرار کرده دیگه تمام این حرفا تمام میشه. هم در حوزه آدم‌هایی داریم اینطوری فکر میکنن، تقریبا کسایی که عزادارن سیدالشهدا رو دوست دارن ولی با حکومت اسلامی مشکل دارن، طبیعتاً باید به این سمت برن. چون چجوری میخوان توجیه کنن در برابر طاغوت ساکت بودن؟ و بهترینش اینه که بگن امام حسین هم فرار میخواست بکنه، نمیخواست درگیر بشه. سکولارا هم که اصلا میبینن نمیشه با این جامعه درگیر شد. حسین ابن علی که میخواسته به حال جامعه دلسوزی کنه خلاف فکر ایناست. یا باید فحشش بدن که سکولارهای فلسفی فحشو میدن، طعنه میزنن اون ورابیاشون.
اینایی که اینجا نمیتونن طعنه بزنن یا نمیخوان طعنه بزنن، نمیخوان الان وارد نیتشون بشن، اینا میگن حسین ابن علی فراریه. و ما این چند شب عرض کردیم نه ما که انقلابی هستیم نه اونا که سکولارن. درستش اینه اگر خواستیم چیزی به سید الشهدا نسبت بدیم از جهت روایت تاریخی و حدیثی معتبر باشه. نه ما حق داریم به حضرت چیزی انتساب کنیم که از جهت روش های تاریخی غلطه، نه اونا. نه ما این حق داریم نه اونا. نه برای دفاع از انقلاب ما حق داریم چیزی به اهل بیت ببندیم، نه برای تخریب انقلاب حق داریم چیزی به اهل بیت ببندیم. اینو انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. منطق کربلا آقا منطق پرورش انسانه. یکی از عظمت‌های عجیب کربلا اینه که فقط آدم‌های با استعداد، آدم‌های نمره سفید، آدم‌های پرونده پاک فقط باهاش اتصال برقرار نمی‌کنه. اگر قرار باشد فقط بر این بود که قمر بنی هاشم و علی اکبر و قاسم ابن الحسن و نهایتاً حبیب و عابس به کربلا ملحق بشن، کربلا این تابلو حیرت انگیزی که امروز داره رو نداشت، چون امثال من اصلا نسبتی نمیتونستن برقرار کنن. اون از اول اینا همه پرونده ها سفید، همه اولیاء خدا. مسیری که سید الشهدا باز کرد این مسیر جهادی مسیری بود که برای آدم‌های ناجور مثل من هم فرصت فراهم کن. شما اینو دیدید در ادعیه میگیم به حضرت حق عرض میکنیم، امام سجاد هم فرموده در ابو حمزه ان الراحل الیک قریب المسافه، کسی که به سمت تو خدایا حرکت کنه راهش کوتاهه ولو خیلی گناهکار باشه. چرا؟ چون جبران توسط من گناهکار قرار نیست صورت بگیره. هر کس به سمت خدا حرکت کنه قدم اولو برداره، قدم دوم در آغوش حضرت حق. و ان الراحله الیک قریب المسافه. اصلا اگر کربلا نبود خیلی از اینا رو ما نمیتونستیم معنا کنیم که شما در دعای روز ماه رجب میگید که خدایا خواب الوافدون الى غیرک، اون کسانی که به جز در خونه تو جای دیگه رفتن اینا بیچاره شدن، نومید برگشتن، خسر المتعرضون الا لک، هر کس به غیر تو روزت خسارت دید، عادت و کل احسان الى المسیئین، عادت تو اینه که به گناهکارا احسان کنی. اگه ما کربلا ندیده بودیم اینا رو نمیفهمیدیم. واقعا تابلو کربلا یه تابلو حیرت انگیز از همه ابعاد اسلامه، از همه ابعاد اسلام. هر کسی با حر مواجه شده بود به کسی که سید الشهدا صلوات الله علیه، شما تعجب نکنید، میگن که وقتی رسیدن حضرت دید اینها تشنه هستن، هم به خودشون آب داد هم به اسبهاشون آب داد. تعجب نکنید بگید چرا آب برای دختر بچه‌های خودش نگه نداشت، چون فرزند فاطمه زهرایی که لقمه رو از دهان امام حسن امام حسین گرفت و به کافر حربی داد. اینا مظاهر اسم خدا روی زمینن، اینا مظهر رحمان و رحیم حضرت حق، مظهر یازل جلال و الاکرامن. ذخیره آب خودشون نه به اینها بلکه به اسبهاشون داد، با اینکه میدونست او برای مقابله اومده ولی الان تشنه است. تابلوی انسانیت تو کربلا فرق داره با بقیه جای دیگه. اصلا خیلی از آیات رو تفسیر کرده. با این حال هر متاسفانه تندروی کرد.
سپاه حضرت رو که خیلی کم جمعیت بود بعد از شهادت حضرت مسلم محاصره کرد، آقا رو بردن تو مسیری که به کربلای فعلی منجر شد. سپاه رو محاصره کرد تا نیرو رسید به 30,000 نفر. دل زن و بچه سید الشهدا لرزید، نه برای ترس از خودشون، مخدرات برای خودشون انقدر نمی ترسیدن که نگران سید الشهدا بودن، اینا شیعه های سید الشهدا بودن. خیلی هم فکر میکرد که بالاخره لابد من میشه آدم با زن و بچهش بیاد اینجوری محاصره بشه، بالاخره کوتاه میاد یا رشوهی میگیره، تو فهمش اینجوری بود، یا بالاخره کوتاه میاد مسئله حل میشه، نمیشه که کار به جنگ برسه که این نبرد نابرابر 100 نفر 200 نفر به 30,000 نفر. روز هفتم که شد دید آب رو که قطع کردن دیگه بیچاره شد. ما هم اگر جای او بودیم، اگر کربلا رو نشنیده بودیم، کسلی مثل او بود، اصلا امید این که میشه برگشت به خودش اجازه نمیداد فکر کنه، روی برگشتن اصلا نداشت. روز تاسوعا شد، یوم حوصر فیه الحسین و اصحابه، روز محاصره است که دیگه نیرو نمیشد به حضرت اضافه بشه، قطع امید شد از اینکه سرباز اضافه بشه، ولی لشکر دشمن هی پشته به پشته آدم بهش اضافه میشه. داشت نگاه میکرد صحنه رو، هی به خودش نهیب میزد چه غلطی کردی. و حسن رو زدن آقا دو تا کار مهم کرده این مرد. ما در مناجات شعبانیه میگیم الهی انکان قدنا اجلی ولم یدننی الیک عملی، خدای که من عمرم نزدیک شده عملی پیش تو ندارم، وقد جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، همینی که الان سرمو خم کردم اقرار به گناه میکنم اینو از من بپذیر. آقا اقرار به گناه و اشتباه، خدای نکرده آدم ناخودآگاه اشتباهی تصادفی بچه یه نفر رو بکشه نستجیر بالله، بعدم فرار کنه، بعد که میخواد بره به مادر اون بچه بگه من بودم، این اقرار آقا از کشته شدن تلختر و داغتره. خودشو بین بهشت و جهنم میدید، شاید امیدم اصلا نداشت، مگه میشه منو ببخشن با این نانجیبی که من کردم؟ آب به اسبای ما داد، ما آبو به روش بستیم. ولی بالاخره گفت بالاخره پسر فاطمه زهراست. داشت می اومد سمت سید الشهدا، گفت اللهم انی ارعبت قلوب احبائک، خدای من دل محبوبان تو رو لرزوندم، دل دختراش رو لرزوندم، صدای العطش اونها داره میاد. با یه حالت شرمنده اومد سرشم پایین انداخت مقابل حضرت، السلام علیک یا ابا عبدالله، با یه ناامیدی که کنت فکرم نمی کرد گفت هل یمن توبه، برای مثل منیم امیدی هست بخشیده بشه. حضرت او نعم یتوب الله علیک، بله خدا توبه تو رو پذیرفت، انزل. عرب به مهمانش که منتظرشه میگه انزل، یعنی منتظرت بودم. شاید یکی از حکمت‌های این که از شب عاشورا جنگ و عقب انداخت حضرت این بود که اون 20 نفر تقریبا برگردن، یکیش هور بود، اصلا جنگ و عقب انداختیم تو هم اضافه بشی. بعد فرمود ارفع رأسک، دیگه اینجا اومدی سرت نباید پایین باشه، عادت و کل احسان للمسیئین. ما میگیم دیگه، میگیم سجیت و کمل کرم و عادت و کمل احسان، اسما و صفات خدا را نشون، یا سری الرضا. اصلا معطلش نکرد، بیا توجیه کن چرا این کار رو کردم. ارفع رأسک، دو نفر تو کربلا بدون التماس رفتن جنگیدن، بقیه زجه زدن، کسی فکر نکنه جوگیر شدن. یکی علی اکبر سلام الله علیه بود، یکی هور. حضرت دید اگر هور بخواد بمونه کنار خیمه وایسه صدای العطش آبش میکنه، گفت اجازه میدی منم برم جونم رو فدات کنم؟ فرمود تو زود برو. اینایی که می رفتن میدان همه عشقشون این بود
تکه پاره بشن، لحظات آخر عمرشون یه سلام کنن، ارباب بره سرشون به دامن بگیره. و سر به دامن گرفتن برای سید و شهدا هزینه امنیتی داشت، چون باید وسط میدان در تیر رس میرفت. پر وقتی زمین افتاد روش نشد آقا رو صدا بزنه، گفت من که تو سپاه تو نبودم. سرشو بلند کردید، آقا سرشو به دامن گرفته. برای هیچ شهیدی تو کربلا سید و شهدا مدداهی نکرده، برای هر مدداهی کرده. فرمود دو تا نکته است. یکی این که اون روز من یه چیزی نسبت به مادرت گفتم که تو برگردی، تو شاید تو دلت از من رنجیده شدی. اول سعی کرد از دلش در بیاره، فرمود انتل حر کما سمت که امک، مادرت اسم تو رو درست حر انتخاب کرده، اسم مادرش رو به خیر برد. بعد برای شعر خوند، فرمود لنعم الحر حر بنی ریاهی، بهترین آزاد مرد حر بنی ریاه، لنعم الحر مختلف الرماهی. حضرت نگاه کرد به بدن پر از تیر و ترکشی که حر خورده، فرمود بهترین آزاد مرد اون کسی که اینطوری تو راه دفاع ما تیر بهش اصابت کرده. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا مغلب القلوب ثبت قلبی على دینک و على محبت الحسین. خدایا کمتر از لحظه ای ما را به خودمون وامه گذار، در فرج موفور و سرور ولی اثر واهنا فدا تعجیل بفرما. قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان، ما را از بهترین یاران شیعیان شهدای راهش قرار بده. سایه پربرکت رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام بدار. روح ملکوتی امام امت، شهدامون، امواتمون، اموات و شهدای این جمع و این مسجد، خدایا همه رو سر سفره با کرامت سید الشهدا صلوات الله علیه مهمان و مقیم بگردان. بیماران ما شفا عنایت بفرما، حاجات مؤمنین به نحو احسن روا بگردان. خدایا هر کس گرفتاری داره نمیتونه به کسی بگه، به حرمت سید الشهدا صلوات الله علیه و قربتش روز عاشورا، حاجات همه مؤمنان در اقطار عالم روا بگردان.